وینگ آخرین پرچمدار و البته متفاوت ترین پرچمدار LG که نگاه ویژه‌ای به بحث چند وظیفگی موبایل داره، اما تو همین راه سخت افزار قدرتمند و فدای طراحی خلاقانش میکنه. با بررسی LG وینگ همراه زومیت باشید. در واقع این بررسی از آخرین دستگاهیه که LG توی بازار داره و ما تو زومیت داریم بررسیش میکنیم. این روزا تب گوشی‌هایی که با صفحه نمایش دوگانه یا تاش شدنی به بازار عرضه میشن خیلی داغ و خیلی دوست دارن گوشی داشته باشن که بتونن باهاش همزمان چند تا کار رو انجام بدن و هر کدوم از این شرکت هم یه فکری دارن، یه ایده‌ای دارن و هر کدومشون سعی میکنن یه طرز فکر رو جلو ببرن. LG هم دقیقا به همین موضوع توجه نشون داده و توی گیروداد خداحافظیش از بازار موبایل برای آخرین گوشی پرچمدارش دو تا نمایشگر در نظر گرفته. البته وینگ طراحی تاشدنی و کتابگونه‌ای نداره و تو نگاه اول یه گوشی پرچمدار عادی با بدنه شیشه و نمایشگر 6.8 اینچی و حاشیه‌های باریک می‌بینیم. برای اینکه خب نمایشگر دوم بهش دسترسی داشته باشیم باید دستگاه رو بچرخونیم. این اصلی ترین ویژگی وینگه و چیزیه که LG روی این قضیه چه تو بوده سخت افزاری چه حالا تو بوده نرم افزاریش خیلی روش مانور داده. نمایشگر اصلی در جهت عقربه‌های ساعت میچرخه و نهایتا تو قسمت بالای گوشی قرار میگیره به صورت افقی و ما باید گوشی رو اینجوری توی دستمون بگیریم. با اینکه این چرخش و قفل شدن نمایشگر اصلی خیلی خوب انجام میشه و یه صدای تیک باحالی هم داره، ولی میدونید وقتی دستگاه شما بازش میکنید یکم تو دست گرفتنش و اینا خیلی جالب نیست. یه نکته منفی دیگه که وجود داره اینه که توزیع وزن دستگاه وقتی ما بازش میکنیم از حالت متعادل در میاد. یعنی وقتی دست بسته است که ما دستگاه عادی رو داریم میبینیم، ولی وقتی بازش میکنیم قسمت بالای دستگاه سنگین تر میشه. بالاخره این دستگاه 260 گرم وزن داره و اینکه قسمت بالاش سنگین تر میشه باعث میشه که اگه حواسمون نباشه دستگاه بیفته پایین. توی این حالت تی شکل نمایشگر دوم یه نمایشگریه که در واقع اصلی ترین وظیفه و تو حالت چند وظیفگی برابطه داره. یه نمایشگر 3.9 اینچی دقیقا مثل صفحه نمایش اصلی دستگاه از نوع اولده و کاری رو میتونه انجام بده که ما رسما میتونیم دستگاهمون رو باش کنترل بکنیم، خیلی طور باش باز و بسته بکنیم، ولی که حالا جلوتر میتونم میگم. متاسفانه وینگ از اندروید 10 استفاده میکنه و هنوزم آپدیت اندروید 11 نگرفته. اینکه کی هم بخواد بگیره واقعتش نمیدونیم، ولی خب LG از نظر نرم افزاری یه سری اپلیکیشن و قابلیت‌ها رو به صورت اختصاصی برای وینگ توسعه داده که وقتی شما نمایشگر رو باز می‌کنید یا در واقع می‌چرخونیش که فعال میشه و می‌تونید باهاش کارهای باحالی انجام بدید. برای مثال وقتی دارید شما یه ویدیو تماشا می‌کنید می‌تونید صفحه رو اینجوری بچرخونید که اون قسمت بالا ویدیو رو به شما نشون بده و مثلا اگه تو یوتیوب باشید این قسمت پایین می‌تونه به شما کامنت‌ها رو نشون بده، یا نه اگه تو اپلیکیشن خود ویدیو باشید مثل روشنایی دستگاه، کنترل صدا، این قسمت‌ها دیگه رو میادش این پایین انجام میده. یعنی می‌خوام بهتون بگم تو اپلیکیشن مختلف این چند وظیفه‌ای متفاوت میشه و کار باحالی می‌تونید باش انجام بدین. اگه بخواید عکس یا ویدیوهاتون رو ویرایش بکنید اون رو تو نمایشگر اصلی می‌بینید و تمام کنترل‌های ویرایشی رو نمایشگر دوم در اختیارتون قرار میده. خیلی باحاله. برای مرور عکس گالری هم کارتون راحت تر شده. خیلی راحت میتونید عکس ها رو تو صفحه نمایش بالا باز بکنید و بعد با قسمت پایین سوایپ بتونه انجام بدین و بین عکس ها و ویدیو ها جابجا بشین. LG وینگ برای بازی کردن هم یه قابلیتی توی آستینش داره و میتونید بعضی از بازی ها رو توی دوتا نمایشگر تقسیمش بکنین. مثلا بازی آسفالت رو وقتی میخواید بازی بکنید میشه قسمت بالا مربوط به بازی باشه و بعد قسمت پایین شما نقشه رو ببینید. البته میتونید دستگاه این شکلی استفاده بکنید ازش، یعنی میتونید کاملا اینجوری برش گردونید اینجوری، یعنی هم شما دارید بازی میکنید و بعد نقشه رو این بالا دارید میبینید. اتفاقش اتفاق جالبیه، یعنی وقتی که بهش فکر میکنید میبینید که آره کانسپت و اون ایده اصلی که پشت این دستگاه هست کارهای باحالی میشه باش انجام داد. یا خیلی مثال باحالتری بهتون بزنم، شما میتونید وقتی که دارید سوار ماشینید و دارید رانندگی میکنید میتونید گوشیو بذارید قسمت پایین نقشه باشه و قسمت بالا پلیر موزیکتون باشه، اسپاتیفای باشه یا یه اپلیکیشن دیگه باشه و خب جالبه واقعا.
قابلیت دیگه ای هم که ارج وینگ داره با اینکه خیلی کاربردی نیست اما پیاده سازیش انصافا خوب از آب در اومده و اینم اینه که ما میتونیم صفحه نمایش پایینی رو تبدیل به ترک پدش بکنیم و وقتی که میخوایم رو نمایشگر بالا ازش استفاده کنیم عین موس دقیقاً چیزی که روی ویندوز داریم رو باش انجام بدیم و تجربهش میتونه جالب باشه. حالا خب خیلی کاربردی نیست. کنار همه قابلیت ها چند وظیفه‌کی یا همون مولتی تاسکینگ هم به صورت روال عادی داره انجام میشه. مثلا حین اینکه دارید رو نمایشگر اصلی دارید ویدیو میبینین میتونید رو نمایشگر پایینی نوتیفیکیشناتون رو چک بکنید، پیاماتون رو جواب بدین یا حتی از مرورگر استفاده کنید. اما ویژگی اصلی وینگ که ال جی هم روش خیلی مانور میده گیمبال موده، حالت گیمبال. وینگ دو تا دوربین اولترا واید داره که از یکیشون صرفا تو حالت گیمبال مود استفاده میکنه. این حالت وقتی فعال میشه که نمایشگر اصلی رو بچرخونید و برین توی بخش دوربین. خب گیمبال شما چی جوری دستتون میگیرین؟ گیمبال چی که دستتون میگیرین شروع میکنین به عکاسی کردن. حالا دقیقاً وقتی نمایشگر باز بکنید گوشی رو به این شکل توی دستتون میگیرین و این میشه حالت گیمبال مود. دوربین گیمبال وینگ 12 مگاپیکسل و میدان دید 120 درجه داره. وینگ با یه جور جویستیک بهتون اجازه میده که از این میدان دید عریض استفاده بکنید و روی تصویر جابجا بشین. یه جوری که انگار داره دوربین به صورت فیزیکی میچرخه. هیچ اتفاقی به صورت فیزیکی نمیفته، کاملا نرم افزاریه، ولی پیاده سازیش و این شکل ازش استفاده کردن جالبه. امکان تعقیب حرکت‌های افقی و عمودی و حالت قفل کردن قاب تصویر از ویژگی‌های دوربین گیمبال وینگ به حساب میاد. این گوشی یه دوربین واید 64 مگاپیکسلی و یه دوربین اولترا واید 12 مگاپیکسلی دیگه هم برای عکاسی داره که البته تو حالت گیمبال بهشون دسترسی نداری. وقتی هم که بخواین عکاسی سلفی انجام بدین یه دوربین سلفی 32 مگاپیکسلی روی این گوشه قرار گرفته. البته این گوشه نه آدم از رام به نوع پاپاپه که اینجا قرار گرفته و هیچ مزاحمتی توی صفحه ایجاد نمیکنه. وقتی بخواید استفاده کنید به صورت پاپاپ میاد بالا. عکسای وینگ نویز کم و رنگای جذابی دارن اما گستره دینامیکیشون وسیع نیست، طوری که گاهی جزئیات توی ناحیه روشن تصویر از دست میرن. متاسفانه LG وینگ توی بخش سخت افزار اصلا در حد یه پرچمدار نیست و حتی در مقایسه با گوشی‌های هم قیمت خودش هم عملکرد ضعیف‌تری داره. این دستگاه از تراشه اسنپدراگون 765G با پشتیبانی از شبکه 5G، رم 8 گیگابایتی، حافظه 128 یا 256 گیگابایتی استفاده میکنه. ظرفیت باتری در نظر گرفته شده هم برای این گوشی 4000 میلی آمپر ساعته و با 5-6 ساعت کاربری روزانه عادی میتونه دو روزو بدون شارژ کردنش بهتون جواب بده و خب بد نیست، خوبه واقعا. کلن این گوشی برای کسایی که ظاهر گوشی براشون مهمه و میتونن پول زیادی رو براش هزینه بکنن و قرار نیست کار خیلی عجب غریب سنگینه با گوشیشون انجام بدن، به خصوص با توجه به این طراحی خلاقانش مخصوص یه سری آدم متفاوته. اما اگه سخت افزار و عملکرد گوشی براتون اولویت اول رو داره قطعا توی این محدوده قیمتی گزینه‌های خیلی بهتری نسبت به LG وینگ براتون وجود داره. شاید این ویدیو آخرین دیدار ما با گوشی‌های LG باشه و خب البته شاید هم نه، به صورت حتمی خیلی دلمون برای LG تنگ میشه. این گوشی اگر که خب یکم زودتر معرفی میشد و هنوزم LG توی بازار حضور پیدا میکرد شاید نسل‌های دوم و سومش میتونست گوشی خیلی خفنی بشه، یا شاید هم اگه سخت افزارش خوب بود و خیلی سریعتر وارد بازار میشد میتونست یه رقیب خیلی جدی باشه. کلاً اگه بخوایم الان در مورد LG و ماهیتش تو بازار و فلسفه‌ش و همه موارد صحبت بکنیم کلی اما و اگر و شاید و متاسفانه و اینا وجود داره که خب چیزی که الان داریم میبینیم این که LG با بازارمون با بازار موبایل خدافزی کرده. حالا شما بگید نظرتون واقعا نمیده گوشه LG چیه؟ فکر میکنین که چقدر میتونه با رقبا بیشتر رقابت بکنه و چه آینده‌ای برای همچی گوشه متصور میشه؟